أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله إلهي أن تغني بالهدى والهمن التقوى در جلسه قبل بحث بود که توقعاتی داریم به جا و نابجا آرزوهایی داریم به جا و نابجا به خاطر که توجیه نیستیم با خدا درگیریم خدای چرا همچی کردی با پیغمبر درگیریم خونه طلات کو باغ انگورت کو با دولت درگیریم که دولت اینجا این کار کرد چرا کرد با خانواده ما مسئله داریم خانم چرا همچی کرد شوهر چرا همچی کرد همش بر اساس یک توقعاتی است که به جا یا به نجات در این زمینه صحبت کرده میگفتن چرا پیغمبر تو خیابونا راه میره چه پیغمبر داره تو کوچه بازار راه میره قرآن یه جا میگه یمشی یه جای دیگه میگه یمشون یمشی یعنی تنهایی یمشون همه پیغمبرها راه میره اینم نه در سوق فل اسواق یمشی فل اسواق اسواق سوق سوق یعنی بازار اسواق یعنی بازارها بازار آهنگرا بازار زرگرا بازار گوسفند فروشا بازار طلا فروشا توقعش اینه که دیگه راه نره نه شما در شأن نیست که بری آرشگاه آرشگاه باید بیاد تو خونه شما در شأن نیستی که شما در شأن نیستی که یه توقعاتی برای خودمون توقع داریم که همه به ما ایمان بیارن همینطور قرآن به پیغمبر میگه و این یرو و این یرو یعنی اگر ببینن کل آیتن هر نشونه ای تو رو ببینن لا یؤمنو هزار تا معجزه بده اینا ایمان نمیارن اصلا میگودن چرا جبرئیل به ما نازل نشد توقع شده که جبرئیل بر اون نازل بشه توقع اینه که پیغمبر تو رو بازارا راه نره در جنگ بعد همه پیروز شدن در جنگ احد شکست بدن اومدن گفتن یا رسول الله مگه نگفتی حق با مانه مگه نمیگی قرآن کمک کن ان تنصر الله خب ما لشکر تو هستیم مسلمونیم حقیم چرا شکست بدیم قرآن میگه به سه دلیل صدق الله وعده عربی ها که اونا قرآنه خدا وعده داد پیروز شدید در جنگ احد اول شما پیروز شدید از تحسونه هم شما تحسونه این حس دشمن گرفتید شما غالب شدید اونتا بعد میدونی چه شکل دادید فشلتم شل شدید تنازعتم نزاع توشون افضاد اختلاف شد و عصیتم معفیت کرد پیغمبر بود این منطقه رو رها نکنید این منطقه حساسیه همین که جنگ پیروز شد شما بودید ما خاطرش این منطقه رست کنید غنم جنگی رو میبارن بیرون غنم جمع کنیم به فکر جمع غنم رفتید غنم جمع کنیم دشمن آمد از همون منطقه که شما جا خالی کردید دشمن وارد شد و شما رو شکست داد سر عیب خودتون نمیدونید فشلتم فشل میگن فلانی فشله یعنی از کار افتادید تنازعتم اختلاف دادون افتاد عصیتم معصیت کردید در دو تا کلمه جواب میده توقع نداشتیم همه مردم ایمان رو حضرت نوح 950 سال فقط پیغمبر بود عمرش بیش از 950 سال بود قرآن میگه 950 سال فقط پیغمبر بود چند نفر بهش ایمان آوردن قرآن میگه میگفتن پیغمبره گنجش کو میگفتیم سرمایه داره دنبال گنجش میگردی شما توقعات توقع ما از دانشگاه چیه؟ توقع دانشگاه از دانشجو چیه؟ ما گفتن اگر میخواد این نماز یاد بچه بده همه نماز یاد بچه ندید من گاهی وقتا میشینم پا تلویزیون قصه میخورم اینم بحث مذهبی میکنم بری سوره احقاف مقدمه یه سوره زاریات کی گفته رفتم یه جایی من بردن گفتن اینا کار قرآنی کردن جایزه بده جایزه پنجم ششم گفتم خب چه کردن گفتن پژوهش کردن گفتم خب من خودم پژوهشگرم به من بگید چه کردید گفتن یه آیه دارین تو قرآن 11 تا قاف داره گفتم هر که پیدا که جایزه این بچه از اول تا به سو تا آخر تا به سو رفتن قاف شماری بعضی اینا رو نمیدونم یعنی میخوان یه کاری بکنن آدم ها خوبی هن بدی خوبی کافی نیست عقلم هست خوبی باید باشه عقلم باشه بصیرم باشه بره این سوال هایی که توش فتنه است آقا شما کدومی که بچه ها رو دوست داری؟ سوال غلطه پدر یا مادر بگه کدوم دوست دارم فتنه میشه بین بچه ها حسادت بچه ها تحریک میشه
مثل آدم میگه آقای غلطی کدوم انگشتا دو بیشتر دوست داری؟ خب هر انگشتی یه خاصیت داره. اگر این نباشه صنعت نیست، شما این رو بذاری کنار دومی عقد هم نمیتونه ببنده. این نباشه رئیس جمهور نداره، رئیس جمهور با این مور بده. این نباشه هیکلش از همه قوی تره و میانت قوی تر درشته. این نباشه انگشتر بده، شما انگشتر بگی کنی یا دشته به این انگشتر قشنگه. در مقابل دشمن مشترک باید جمع بشن، مش بشن، بخواد پروتونه دشمن. رشته تحصیلی کار وقتا این علم هست ولی به درد شما نمیخوره. علم خوبیه ولی الان مشکل ما این نیست. مشاوره ها میگن اگر زنش طلاق داد پشمون شد، بد کردیم طلاق کردیم، یه زن دیگه بگیریم. قرآن میگه و با قولتهن احق و بردهن. باز شبه اولی چون شبه اولی با هم بودید دیگه، دیگه عروسی نمیخواد بچه ها به دامن مادرش رو برمیگردن. اخلاق هم دیگه رو میدونید، نقاط ضعف نقاط قوت. یه زن جدید برید، تازه مهریه جدید میخواد، خونه جدید میخواد، توقع جدید داره، تازه به اخلاق رو با هم خواهد خورد نخواهد خورد. و با قولتهن احق و بردهن. اگر که زنش طلاق داده پشیمون شد باز زن اولی بهتره. خیلی از مدیریت ها مدیریتش بده به یکیست دیگه بله نمیشه کنه. ابتکار خدا نگفتم من به کی میدم. ابتکار یه هدیه به ذهن یکیسی میندازه، به ذهن من میندازه، به ذهن شما نمیندازه، چیزی به ذهن شما میندازه، به ذهن من نمیندازه. شما درسایی که میخونید بخونید، بدی یه مطالعه هم خود تو داشته باشید. درسایی که دانشگاه میده و آموزش پرورش اینا مثل لوله کشی دولته. آب لوله کشی آب سالم یا خب همه استفاده میکنن، اما قانع به آب لوله کشی تو خونه خودتون هم با چاب باشه. 22 تا واجب میلیونی فراموش شده نوشتم دادم به مقام معظم رب العالمین. گفت آقا اینا واجبه، مستحب نیست، مثل حفظ قرآن و اعتکاف و اینا واجبه. میلیونی هم هست، واجبه یه نفر در سبزوار، یه نفر در مراغه نیست، همه مردم بهش نیاز داره. هم واجبه، هم میلیونیه، هم فراموش شده. 22 توم هست، یکی دوتا نیست. یکی از واجبات مثلا نماز بود. امام جمعه رئیس دارن، سیاستگذاری امی جمعه، پیشنوازا امور مساجد دارن، سازمان تبلیغات روحانی داره، اوقاف روحانی داره، سیاسی عقیدتی پادگانان روحانی دارن. هر جایی این بچه مدرسه یا روحانیشو کیه؟ در 12 میلیون بچه مدرسه هستن، بخششون نماز بشه واجب بشه. و رئیس اینا کیه؟ کی برای اینا روحانی بفرسته؟ با چه تدبیری؟ با چه بودجه؟ با چه امکانات تشویقاتی؟ لازم سراغ ستاد نماز. هم درسای دانشگاه رو بخونید، هم خودتون یه ابتکار نشون بدید. من خودم تو دنیای آخوندی به عنوان یه معلم 5-6 تا ابتکار خدا به ذهن من داخل انجام دادم. 1. به جای منبر تخت سیاه. 2. به جای نسل منقرض نسل جوان. 3. به جایی که بشینم بیستم. 4. به جایی که بگریونم بخندونم. 5. به جایی که پول بگیرم بگم پول دادید دادید ندادید چی. بر اساس پول اقدام نمی کنم، کار رو تشخیص بدم انجام میدم، چه پول باشه چه نباشه. اگرم نپسندم نمیرم، چه پول بدم چه پول ندم. پول محور نباشه، محور نیاز باشه. به جای ایام تحصیلی ایام تعطیل باز استفاده کنیم. جمعه اصلی، جمعه صبح، جمعه صبح میرفتیم صحابه از قم برمیگشتیم، جمعه اصلی میرفتیم کاشون. حدودا سالی 100 تا سفر داشتیم، منتظر مقدمات هم نبودیم. یادم نمیده که روز اولی که من رفتم پا تخت سیاه یک تخت سیاه نداشتیم. یه مقوا پیدا کردیم به دیوار کوبیدیم بودیم این تخت سیاه. گچ نداشتیم، به صاحب خانه گفتیم یه زغال بیار، زغال هم به جای گچ با زغال رو مقوا کلاسداری کردیم. تخت پاک ها نداشتیم، برداشتیم با جوراب اون تخت پاک کردیم. اگر بخواید کار بکنید خودتون طراحی کنید، چه کاری که ارزون باشه. کار فرهنگی اصولی داره، اصولش انشالله یه وقت خواهم بردون. تا کار میلیونی هست کار فردی نکنید، تا کار ارزون هست کار گران نکنید، تا کار ماندگار هست کار مثلا شاه عباسی ماندگاره. 400 سال پیش شاه عباس کار مثلا ساخته، هنوز تو جاده هست. ما روابط عمومی بنر میزنن جر پاره میکنه.
روابط عمومی ما یه بار مصرف شاه عباس کارم سر زفته موندگار شده. فکر نکنید اینا که نشستن کتاب نشستن اینا عقل کلن، اینا آدم ها خوبی هن، با سواد هن، فاضل هن، کارشناس هن. به خود شما یک کارشناس هستی، هی کارشناس رو تو کله شما ندن، آقا این تخصصی داره. یک کسی میرفت دکتر داروش هم میگره ولی نمیخواد، گفتن چرا میرید دکتر؟ گفت میخواد زندگی کنه، باید ما بریم بشمارازه کنیم. دارو بخری؟ گفت دارو فروش دارو ساز هم باید زندگی کنه. گفتن تو چرا نمیخوری؟ گفت من میخوام زنده بمونم، فقط دارو هر که بخورم مریض میشه. اون میخواد زندگی کنه، اون میخواد زندگی کنه. اما دو کنه کفاشی دستور داد یک کف برش دوختن و پاک کرد. گفت آقای تنگه کفاشی، گفت آقا من کارشناسم. تو با کارشناس میگی تنگه؟ 30 سال من کارشناسم. گفت منم 40 سال کفش رو میکنم تنگه. تو 30 سال کارشناسی؟ گفت منم 40 سال کفش رو میکنم تنگه کفش. به اسم کارشناس، به اسم تخصص، به اسم چی اینا استفاده بکنیم، اما ذوب نشیم تو مردشون. اگر خوب بود رو چشم، اگر نظر داشتید نظرتون رو اعمال کنید. خیلی وقتا یه چیزی به ذهن شما میاد که به ذهن بزرگا نمیرسه. اومدم خونه بچه‌مو گفت بابا ملا صدرا یعنی چه؟ گفتم ملا صدرا اسم یه دانشمندانه. گفت نه. گفتم نه تو ملا صدرا یعنی چه؟ گفت ملا یعنی باسواد، صدرا یعنی باسواد. وقتی نمیدونه چه کنه میشینه فکر میکنه، صدرا پیدا میکنه. ملا صدرا. گفتم آقا جو خود ملا صدرا هم نمیدونه اسمش هم چه داره. ملا صدرا یعنی ملا میشینه با فکر صدرا پیدا میکنه. شما خودتون یه آدم هستید، هر چی که طبق فطرتتونه و طبق عقلتونه بپذیرید. هم باید ابتکار داشته باشید، نوآوری داشته باشید، هم باید ابتکارات قدما رو قدر بدانیم. اگر ابتکار دارن رو چشم، اگر خدا رو حکیم بدونیم به خدا نگیم چرا همچی کردی، حکمته. نمیدونم چه بدونی، آثار خدا رو میبینیم، آثار حکمت رو میبینیم. همه اینا که میزان بچه های نوزادشون میمکن، تا حالا یه بچه نشده که زایده بشه یه عوضی که بمکه فوت کنه به سینه رو. عزیز بخور. حالا کارشناس های رسمی غیر رسمی از شرق و غرب و اینترنت و ماهواره و از همه کمک بگیرید که آزن مجاهده بچه فوت میکنه. چجوری میخوای روز اول مکیدن یاد بچه بده؟ تو چشم و عشق ما شوره. چرا؟ برای که عشق... چشم از پیه. پیه اگر تو آب نمک نباشه عبین میده، با تو آب نمک باشه. چشم از پیه، چشم تو گودیه. ببین اگر چشم مثل دماغ بروه همه ما کور بوده. لب درکی هم موجه چند تومون خدا خواسته این موجه ثابت بشه. موه سر موه، موجه هم موه. این موه 80 سال تکون نمیخوره، این موه هر هفته میره اصلاح باز اونجاش پر میشه. پوست یکی، گوش یکی، نون یکی، آب یکی، یکی هر لحظه رشد میکنه مثل موی سر صورت. یکی سال میاد، ده ها سال میگذره موی موجه بلند نمیشه. تو چشم اشکه، لب در مدام ابرو پشمون ابرو هست، یه ابروی ما. اگر ابرو نبود نور چشم رو نزید میگه، یه ابرو سایبانه که چشم زیره. ولی از اگاهی هم که یه ابرو کم میاره دست رو نزید رو ابرومون همسینه میکنیم. یعنی یه سایبون به سایبون طبیعی اضافه میکنه. خدا وقتی کاراش حکیمه حال به من داد گوش ما چین رو شروع کرد. اگر گوش ما صاف بود صدا رو میفهمیم، نمیفهمیم از کدوم طرفه. تو هم گفتن آقای غلطی، من باید شش طرف نگو کنم. امواج با این چین رو وقتی کار خدا حکیم است، وقتی سخنان امیرالمومنین حکمته، خدا گفته یک کار بکن، گوشت خوب که نخور. فلسفه چیه؟ چه میدونم چیه؟ برای حجاب چرا قانون داریم؟ اونی که دین رو خلق کرده گفته حجاب شد. یه جمله برای حجاب بگم، ما قرآن بزنیم کنار که نگن شیخ ها از رو قرآن حرف بزنن، گرچه افتخارمون حرف بزنیم، ولی ما منهای قرآن حرف بزنیم. چشمای باز تو خیابون هست یا نیست؟ با هم بگید. اگر خانما تبرج، تبرج از بلا تبرجن های قرآنه، یعنی خودتون جلوه‌گری نکنید. میخواد بیاد تو کوچه برید، اما خودتون نشون ندید، حراج نکنید خودتون.
اسلام میگه هر کی میخواد به تو نگاه کنه باید خرجت هم بده، خونه، ماشین، تلفن، اگر خرجت داد نگاه کنه، مفتکی حراج نمیکنه. چشما بازه، اگر زن خودش آرایش کنه نشون بده، حالا به اسم آزادی، حالا با اسم هم عوض نمیشه، با اسم عوض نمیشه. یکی جگر خرید، بخورد جگره رو به سیخ کشید، گذاشت رو منقل، شروع که باد دادن، گربه جمع شدن، به گربه گفت بلاله بلاله. فکر اگر به جگر بگه بلال، گربه میرن. اسم آزادی، اسم تمدن، گله یه الفاظ نخورید. گربه شش تا اسم داره، ارزشی نداره. سنور یعنی گربه، هره یعنی گربه. با اسم آزادی آزادی نید. کی اجازه میده که کسی با لباس شنا برسه کلاس فیزیک بشینه؟ یا آزادیه؟ من میخوام با لباس شنا سر کلاس فیزیک بشینم. کی هر آزادی رو قبول کرده؟ آزادی ضرر به آزادی دیگه نداده. چشم بازه، خانم آرایش کرده میاد جلو چشم نگاه میکنه، نگاه که کرد دلش میره دنبال دل ربایی ها، ببینه چی میشه. یک، نقشه میکشه، تلفن رد بدن میکنه، عکس به هم میفرستن، ملاقات های خصوصی، حضوری، گفتگو، تلفن، اینترنت. بالاخره این عشق یا به جای میرسه، اگر نرسید که همش مثل آدمی که پول نداره دکون کبابی بایسته هی بو کباب میشه برای تو که پول نداری بخواد دکون کبابی بایسته برو، یه هم پول نداره هی بو میکشه، گاهی خودشو میکشه، گاهی دیگران هم بعد دیگران حمله میکنه. یک آفاتی داره این. اسلام گفته غریزه جنسی هم جدیه، ازدواج آسان کنید عمر گناه کم میشه، ازدواج آسان کنید عمر گناه کم میشه. تمرین کنید زندگی ساده رو، بلد نیستین زندگی کنید، زندگی رو اشرافی گرفته، مهمونی میگیم حتما باید فرن غذا باشه، کارت باید حتما چنده باشه، زندگی ساده میشه. یادم نمیاد طلبه جوان بودم رفتم پلو آیت الله عزبان گلپایگانی، گفتم که میخوام عمامه بدن، طلبه ها برای عمامه گذاشت یه جشن میگیرن شبیه عقد، شما اجازه میدیم از همه عمام یه جشن بگیرم عمامه گذاری؟ خدا رحمتش کنه آیت الله عزبان گلپایگانی گفت که حالا ما که بدون جشن عمامه گذاشتیم ملا نشدیم که حتما میخوام شما جشن بگیرید. گفتم نظر گفت نه نمیخواد جشن بگیره. البته بعد یک کسی از غیر سهم امام گفت من کمکت میکنم، جشن گرفته. قناعت از جامعه ما برداشته شد، هر عروسی یه لباس خاصی میخواد، به کسی بگی از آن بگیم یه آمپلیفایر بده، بابا الله اکبر دیگه آمپلیفایر میخواد چه کنه؟ یه خود سطح زندگی رو بالا بردیم، زهد حذف شده، ساده زیستی حذف شده، اشرافیگری داره حاکم میشه، خودمون هی تابش دادیم. نمونه های از ازدواج های اسلامی باید فیلمش ساخته بشه، ازدواج آسون. خود شما از فامیلاتون افراد ازدواج دارید که ازدواج آسون کردن، همونو بنویسید به صدر اسلام. شاید تو فامیل شما یه سوژه هایی باشه که سوژه ها گیر صدر اسلام نیاد، گیر بنده و امثال من نیاد، بدین نمونه هاشو میشه فیلمش گرد. نیازهای خودتون رو فیلم کنید در صدر سیما، به دانشگاه خودتون و به خودتون فکر نکنید. اگر یه چیزی خوبه برای همه بخواید. امیدوارم که خداوند همه کمبودها رو جبران و روز به روز بر همه الطاف خودش نسبت به ما بیفزاید. و السلام علیکم و رحمت الله. بینندگان عزیز، برای شرکت در مسابقات هفتگی درس‌های از قرآن می توانید با ارسال پیامک به شماره 3114 اقدام نمایید. برای این کار لازم است فقط گزینه صحیح سوالات اول تا پنجم را از چپ به راست در کنار هم قرار داده و به صورت یک عدد 5 رقمی بدون هیچ گونه توضیح به شماره 3114 پیامک نمایید. سؤال اول: آیه 20 سوره فرقان به کدام ویژگی پیامبران اشاره دارد؟ یک، حضور در جبهه جهاد. دو، حضور در میان مردم. سه، حضور در معابد و مساجد.
سؤال دوم، آیه 146 سوره اعراف به کدام ویژگی کافران اشاره دارد؟ یک، پذیرش حق در صورت دیدن معجزه. دو، عدم پذیرش حق با دیدن همه معجزات. سه، عدم پذیرش حق به جهت ندیدن معجزات. سؤال سوم، آیه 152 سوره آل عمران به کدام یک از عوامل شکست مسلمانان اشاره دارد؟ یک، نزاع و اختلاف. دو، نافرمانی رسول خدا. سه، هر دو مورد. سؤال چهارم، آیه 8 سوره فرقان کدام یک از توقعات کافران از پیامبران را بیان می کند؟ یک، داشتن گنج و ثروت. دو، نزول فرشتگان بر آنان. سه، نزول کتاب از آسمان. سؤال پنجم، آیه 33 سوره احزاب از چه امری نهی می کند؟ یک، جلوه‌گری زنان در جامعه. دو، نگاه ناروای مردان. سه، هر دو مورد. صلى الله على محمد وآل